به ویژه برنامه 8 مارس روز جهانی زن خوش آمدید. این دومین برنامه با هم در گرامی داشت روز همبستگی بین المللی زنان در سراسر جهان است. 8 مارس بر همه شما گرامی. برای گرامی داشت چنین مبارزه ای، برای گرامی داشت مبارزات سلحشورانه، جسارت ها و شجاعت های بی نظیر زنان افغانستان، این برنامه رو به همه این زنان تقدیم می کنیم. 8 مارس روز همبستگی بین المللی زنان، روز همبستگی بین المللی با مبارزات زنان در افغانستان باید قرار بگیره. در افغانستان یک انقلاب زنانه در راهه و برای شکوفا کردن این انقلاب زنانه برنامه با هم، تریبون و یک سکوی دائم این مبارزه خواهد بود. در برنامه امروز گفتگویی داریم با سه تن از فعالین دفاع از حقوق زنان و سپس خواهیم پرداخت به بخش بزرگی از پیام‌ها، گزارش‌ها و همینطور پوسترهای فراخوان 8 مارس که شما برای ما فرستادید. به اتفاق همکارم جمیل فرزان یک مجموعه رو برای شما آماده کردیم. جایی نرید، تا انتهای برنامه، تا یک ساعت پیش رو با ما، با برنامه ویژه 8 مارس با هم باقی بمانید. امروز در حال به استقبال 8 مارس روز همبستگی زنان میریم که زنان در سراسر جهان زیر یوغ ستم و اسارت بنیادگرایی دینی و سرمایه‌داری و امپریالیسم خوناشام گرفتارن. پس به جای تبریک گفتن به یکدیگر، باید با تعهد و تجدید پیمان و نیرو گرفتن از شهامت تمام زنان مبارز و تابو شکن افغانستان، ایران، کردستان، فلسطین، بلوچستان و دیگر کشورهای منطقه که به خاطر رهاییشان هر لحظه با آدم خوران و نیروهای زن ستیز درگیر مبارزی عملی هستند، به مبارزی خود مصممانه تر ادامه بدیم. برای ما باید تجلیل از 8 مارس، تجلیل و یادبود از زنایی باشد که چی ده گذشته و چه می حالا در سراسر دنیا در برابر تبعیض جنسیتی و طبقاتی و بیعدالتی و استبداد می رزمند. پس ما زنای افغانستان به مناسبت ای روز به تمامی زنان مبارز ایران، کردستان، فلسطین، هندوستان، تونس و سایر نقاط جهان درودهای گرم خود می فرستیم و از استادگی و جانبازی آنان می آموزیم. متاسفانه امروز ما در افغانستان در حال به استقبال 8 مارس میریم که در دونیم سال گذشته با نصب دوباره گرگان طالبی، زنان در تمامی عرصه های زندگی تحت فشارهای خرد کننده و ضد انسانی قرار گرفته. دولین روزهای غصب قدرت با محروم ساختن زنان از حق تحصیل و کار و آزادی و حجاب اجباری و غیر خشونت ها و استبداد، افغانستان به یک زندان بزرگ به زنایش مبدل ساخته. فقر و گرسنگی و خشونت های فامیلی از قبل بیشتر زنان را نیست و نابود کرده. خوشبختانه یگانه نیرویی که دولین روزها صدای اعتراض بلند کردند و تا امروز با وجود تهدید، شکنجه، قتل و ناپدید شدن و مبارزه خود شجاعانه ادامه دادن زنای ما بودن. زنای معترض افغانستان به جاده ها ریختن و خواب ای تروریست ها را برهم زده و یگانه نیروی خود بود که روز ای زن ستیزا و حامیان خارجیشان به زبالدان تاریخ بیندازه. کشورهای غربی که به خاطر منافع استراتژیک و منطقوی خود چی از 40 سال گذشته و چی امروز با گرفتن کنفرانس های ناروی و دوحه و اینج و اونج کوشش داره با عادی جلوه دادن جنایات جاری در افغانستان زمینی به رسمیت شناختن رژیم وحشت و بربریت فراهم کنه، هرگز حامی زنای افغانستان نبوده و نخواهد بود. و تاریخ ایر ثابت ساخته که هیچ نیروی خارجی به ما صلح و ثبات نیاورده و نخواهد آورد. ما زنای مدعی مبارزه باید همچنان با تمامی او زنا و نیروهایی که وظیفه سفید مالی روی طالبان داره تصفیه حساب کرده و نگذاریم که مبارزات آزادی خواهانی ما را لکه دار کنن. ما زنای منطقه
به خاطر رهایی از اسارت طالبی، رئیسی و اردوغانی و امپریالیسم جهانی که حمایتگران اصلی تمامی نیروهای تاریک اندیش و ضد زند سراسر جهان هستند و دشمن درجه یک نیروهای پیشرو و عدالت خواستند، باید قدم‌های به خاطر آگاهی، انسجام و تشکل یابی و مبارزه چی در داخل و چی در خارج به خاطر حمایت از جنبش‌های داخل کشورهای خود برداریم. این وظیفه تمام شخصیت‌ها، تشکل‌ها و نیروهای پیشرو و مترقی هستند که اتحاد بین المللی را ایجاد کنند. و این را باید بدانیم که یگانه راه نجات زناد کشورهای مثل افغانستان و ایران یک جامعه آزاد و دموکراتیک مبتنی بر سکولاریسم است و بس. پاینده باد مبارزات و همبستگی تمام زنان جهان به خاطر رهایی از اسارت و بردگی. تمامی زنان در سراسر جهان، روزی همبستگی، روزی 8 مارس، روزی همبستگی زنان در سراسر جهان است. پیام ما به زنان در سراسر جهان این است که از این روز تلنگر ذهنی و خود دوباره دید نکنند، کنار زنان افغانستان بیستند، زنان افغانستان را تنها نگذارند. ما و شما مسئولیت انسانی و حقوق بشری در کمال جامعه انسانی و خصوص زنان افغانستان در هر گوشه از دنیا می باشیم مسئولیت داریم. این مسئولیت وجدانی و انسانی ما در هر گوشه دیار خاک قرار داشته باشیم می باشیم. صحبت های من ختم می کنم به خاطر از اینکه ورزشکارای ما بدنش گرم است، سخت نشم و ریز نشم. از دوستای دیگه که هستم مطمئنن مکاتب شروع شده و ختم صحبت های من با سپاسگزاری و عرضگزاری از عزیزانی که تشریف آوردن و استادانی عزیزی که اینجا حضور دارن ختم می کنم. ممنون و سپاسگزاری همه کسایی که اینجا حضور. در میزگرد کوتاهی که خواهیم داشت، ظریفه یعقوبی، راضیه بارکزی و مولوده توانا شرکت دارند. خوش آمد میگم به هر سه مهمان عزیزی که همراه ما هستند. 8 مارس رو به شما پیشا پیش تبریک میگم. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. میدونم که همه شما بسیار گرفتار بودید و یا مشغول تظاهرات، سخنرانی یا سفر بودید. ممنونم از اینکه در این لحظات با ما هستید. ظریفه یعقوبی عزیز، با شما شروع کنیم. اولین بار هست که این افتخار رو من دارم که با شما گفتگو کنم در برنامه با هم. میخوام که برای بینندگان ما کوتاه خودت رو معرفی کنی، با تو بیشتر آشنا بشند. سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. ظریفه یعقوبی، فعال حقوق زن. همینقدر کافیه که شما رو بشناسیم. ظریفه، شما دستگیر شده بودی، در زندان طالبان بودی، در مبارزات زنان یکی از چهره های شاخص این مبارزه بودی. ناچاریم به شما برگردیم در طی گفتگو، اما از شما بپرسم ظریفه، 2.5 سال از بازگرداندن طالبان میگذره، این دومین 8 مارسی هست که در مقابل طالبان زنان به خیابان میان، دست به اعتراض میزنند. طی این مدت دستاوردها و پیشروی‌های مبارزات زنان داشت و همینطور موانع گسترده و آن چیزی که سد راه بود. میخوام کوتاه از شما بشنوم، شما اگه ارزیابی کنی موانع و دستاوردها رو روی چه نکاتی انگشت میگذاری؟ شما ببینید که طی 2 سال و چند ماهی افغانستان سقوط کرد، حکومت پیشین و طالبان فعلا قدرت را به یک معامله ننگین به دست گرفتن و متاسفانه زنان را از تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در افغانستان هدف کردن و این زنان بودن که چهره وحشی های گروه طالبان را به دنیا نشان دادن که این طالبان هستن، که طالبای 20 سال قبل هستن که تا هنوز تغییر نکردن و به امید دنیا بودن که بر مردم افغانستان طالبان را تحمیل کردن که طالبان طالبای 20 سال قبل نیست و طالبان امروز تغییر کرده. اما متاسفانه طالبان با
سرکوب، با زندان کردن، با ترور کردن، با هزاران خشونت های گوناگون که بر زنای افغانستان روا دانسته انجام داده و این زنا بوده که در مقابل از طالبا با هزاران خشونت و هزاران وضعیتی که در افغانستان روز به روز محدودیت میشد، این زنا بوده که در مردم به جهان گفتن که طالبا تغییر نکرده. اما متاسفانه تا جایی که دستاورت های داشتن نداشته، اما هم خوشحال هستیم که مبارزه زنای افغانستان بوده که تای 2.5 سال چهره طالب را نشان داده و حتی کسایی که حامی طالب بودن امروز طالبان را به رسمیت نشناختن. ممکن است که بعض دستاورت های داشت زنای افغانستان و ممکن هم تر دستاورت هایی که می داشت نداشتن و دنیا هم به حتی یک اعلامیه و نهادهای حقوق بشری و یا کشورهایی که در افغانستان امروز پالیسی بازی دارد تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و اما لیستی که از رهبرهای طالبان بود در لیست سازمان ملل در لیست سیاه و هنوز این لیست ها روز به روز جریان دارد که ممکن است یا بیشتر شود که امی رهبرهای طالبان در لیست های سیاه سازمان ملل قرار بگیرد و تا هنوز امی زنای افغانستان بوده که چهره از اونها را به دنیا نشان داده که این طالبان تغییر نکردن. بسیار خوب، ادامه میدم. راضی عزیز، با شما صحبت رو ادامه میدم. میدونم در وضعیت خیلی نامناسبی ما شما رو به برنامه دعوت کردیم. واقعا پوزش میخوام از اینکه تو وضعیت بدی شما قرار گرفتی. راضیه در سفر هست اما این گفتگو رو قبول کرد. راضیه، تو اولین جزو اولین زنانی بودی که به خیابون اومدی. اتفاقا عکس اولین روز حضور شما در خیابون رو هم اتاق فرمان آماده کردن که نشون خواهند داد. از شما میپرسم دستاوردها و پیشروی های مبارزه زنان رو در دومین 8 مارس پس از طالبان در افغانستان چگونه ارزیابی میکنی؟ درود و عرض احترام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم شما و دستندرکاران برنامه با هم. خوشحال هستم که یک بار دیگه با شما در برنامه با هم هستم و روز جهانی همبستگی زنان، تمام زنان جهان، علل خصوص زنان شجاع افغانستان تبریک و تعنیت میگم و با امید روزی هستم که در افغانستان ما بتانیم در فضای صلح و صمیمیت و آزادی 8 مارچ جشن بگیریم. اتفاقا من خوشحال هستم که یک نمای دیگری از راضیه را میبینین امروز و خوشحال هستم که با شما هستم در چنین موقعیتی. به هر صورت میایم روی پاسخ به سوال شما. پس از گذشت نزدیک به بیشتر از 2 سال از حاکمیت ظالمانه طالبان در افغانستان، ما روی دستاوردهای مبارزات زنان در طی مدت زمانی که گذشت صحبت میکنیم. ظریفه جان روی بعضی از نقاط تأکید داشتن و ما میخواییم که دوباره تکرار کنم که بزرگترین دستاورد زنان طی مدت زمان بعد از سقوط جمهوریت ای بود که نقشه هایی که تیوریسن ها و برنامه نویس های سیاسی جهانی به خاطر افغانستان کشیده بودن، او نقشه ها را ما نقشه بر آب کردیم. در حقیقت خواسته بودند که طالبا را با یک چهره رنگ شده برای مردم افغانستان و برای جهانیان نشان بدن و در پی این بازی سیاسی می‌خواستند گروه تروریستی را بر مردم افغانستان تحمیل کنه و در حقیقت بازی بزرگ و نادرست سیاسی جهانی ای بود که طالبان را به رسمیت بشناسند. ما چالش بسیار کلانی را پیش روی به رسمیت شناخته شدن گروه تروریستی طالبان ایجاد کردیم و یک صفحه زرینی را زنان افغانستان در تاریخ مبارزات زنانه در جهان ایجاد کرد که ما میتونیم بگیم که بسیاری کس ها میتونن که
از مبارزات اخیر زنان افغانستان الگو برداری کنند. چرا؟ به خاطر که زنان افغانستان با دستای خالی در مقابل یک گروه تروریستی که تا دندان مسلح بودند و اولین کلامشان تفنگ، انتحار، انتحار، خشونت، شکنجه و ظلم و بربریت بودند از یک جهت. و از جهت دیگر دوستداران بین المللیشان با حمایت های هنگفت در پشت از اینا استاده بودند. امی حال ما می فهمیم که هفتوار مبلغ انگفتی دلار برای طالبا به افغانستان واریز میشه. از جهتی دفتر سیاسیشان در دوحه حمایت های مالی سیاسی فوق‌العاده زیادی داره. با در نظر داشت این مسئله اگر خواسته باشیم بگوییم که زنان افغانستان طی بیشتر از 2 سال گذشته چه کار کرد، در یک کلام میگم که دنیا را و سیاست های جهانی را به چالش کشید که این قابل افتخار. بسیار عالی رازیه جان، نکاتی رو گفتی، امیدوارم فرصت بشه من برگردم و بیشتر راجع به اونها بپرسم. مولوده، شما یکی از چهره های شاخص دفاع از حقوق زنان و یکی از چهره های شاخص اعتراضات زنان در افغانستان بودی. پیشتر هم من با شما گفتگو کردم، نقش بسیار مؤثری در افغانستان، در خارج از افغانستان داشتید. شما دستاورد و موانع رو چگونه ارزیابی میکنی؟ با درود و سلام خدمت شما، مهمانان عزیزتون و دوستایی که ما را میبینن، سپاسگزار. در نخست ما میخواییم بگویم که 8 مارچ برای ما گرامی و مبارک نیست. تا الهی که زنای افغانستان مثل سایر زنای دنیا بتونن به تمامی حقوق انسانی و شهروندی خود دست پیدا کنن. برای زنان دنیا گرامی است، ولی برای ما تسلیت است تا روزی که افغانستان آزاد شود و ما زندگی آبرومندانه داشته باشیم. در خصوص سوال شما آقای بهاری، آنچه دوستا اشاره کردن، صحبت کردن، من هم افزون بر صحبت های اینا میگم. طی 2 سال و چند ماه حاکمیت طالب و تحمیل یک ملت و بیشتر از 30 میلیون نفوس افغانستان و دست یک گروه متحجر و وحشی و انسان کشه که جز افراطیت، جز انسان کشی، جز بدویت هیچ چیز را بلد نیست، بر دنیا و بر تمامی کسایی که مبارزه میکنن علیه ای افراطیت، این همی مبارزات زنان بوده و دستاوردهای زنان بوده و خصوص جنبش های اعتراضی و خصوص کسایی که اینجا حضور دارن فعلا از دو جمع رازیه جان بارکزای و ظریفه جان یعقوبی است. ما مدیون تمامی زحمات این همی خانم ها هستیم که طی 2 سال و چند ماه دستاوردهای بسیار بزرگ داشتن. یکی از این دستاوردها که بیشتر دوست ما هم اشاره داشت، همی عدم رسمیت شناسی گروه تروریستی طالب است. اگر باور کنین همی زنا مبارزه نمی کردن، به جاده ها نمی ریختن، از کابل تا بامیان، از بامیان تا هرات، امروزه شاید یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته می شد. قسمی که در غیر رسمیات یا در غیر شکلیات اصلی اینا حمایت میشن تا مردم افغانستان، اما اینمی صداهای عدالت‌خواهی زنان افغانستان بود، امی مبارزات صادقانه و مبارزات خستگی ناپذیر زنان در افغانستان بود. البته ما تنها بسنده بر جاده‌های کابل و ولایت افغانستان نمیدانیم، تمامی اعتراضات سرتاسری که مردم به ویژه زنان افغانستان در تمامی کشورها علیه این گروه متحجر با هر فرمان، با هر محدودیتی که طالب وضع کرد صدا بلند کردن، این خودش یک موانع بزرگ و چالش کشیدن یک گروه تروریستی را نشان می‌دهد. جای خوشبختی است که امروزه صدای با وجودی که متاسفانه آنچنان که ما توقع از کشورهایی که حامی ارزش‌های انسان محور هستند، ارزش‌های دموکراسی هستند، گرچند ما ناامید شدیم از اینا، ولی باز هم ما این مبارزات ادامه میتیم و بر آنچه که من حیث شهروند افغانستان بر ما مسئولیت است صدای خود بلند میکنیم. دستاوردهایی که در گذشته زنا داشتن او را پابرجا میسازیم الهی که وطن آباد شود، الهی که ما به حقوق اساسی خود برسیم. با وصفی که چالش ها هم متاسفانه هست، اولین چالش ها میتونه این باشه که دنیا فعلا بر حادثات و آنچه بر افغانستان، بر زنای افغانستان روا داشته شده چشم و گوش خود نابینا انداخته و ناشنوا، ولی این از جمله چالش هایی است که متاسفانه زنای افغانستان رنج میبرند. از طرف دیگر
عدم مسئولیت زنان در داخل افغانستان است که اینا را باعث میشه تا مبارزاتشان تا برنامه های دادخواهی کاهش پیدا کنه. ولی در کنارش ما آرزو دارم دوستا و عزیزایی که در حداقل در کشورهای امن هستند این صداها را حمایت بکنن و در کنار این صداها اونا تشویق کنن کسایی را که بتونن این صداها را حمایت بکنن و بیشتر این اعتراضات رنگ و بوی بیشتر برشن. بسیار عالی. ظریفه، در ادامه صحبت با شما من میخوام برگردم به یک دور از زندگی مبارزاتی خودت که میخواستم در معرفی نامی خودت بگی. کوتاه من میخوام از جریان دستگیری و زندان خودت برای بینندگان ما بگی. این بخشی از مبارزه است که صدها زن دیگه در مقابل طالبان دارن و با شجاعت سینه سپر کردن و انجام میدن. از خودت بشنویم. طبعا وقتی که دیدم مبارزه زکنیم و زندان مویت رو کردم را دارم. وقتی که قبلا نمارس کردم دوستای ما مارس کردم من سکوت کردم. یه زنها بودم که در مقابل طالب استاد شدم و مبارزه کردم. ما هم یک از جمع از کسایی هستیم و ما در از ایلون یک کنفرانس مطبوعاتی از دشت وحشی دستگیر شدم. ما و همکارای ما مدت 41 روز در زندان طالب بودیم و همکارای ما مدت 53 روز در زندان طالب بودم. و بعد از دادخواهی که در داخل افغانستان شده بود و چی همکارای ما داشتن و چی در بیرون از افغانستان شده بودن، نظر به مدت دادخواهی ها و نظر و زمانات هایی که دو بار طالب ها از ما گرفتن، 45 نفر یا 140 از ما زمانات گرفتن و 10 نفر بگم یک کمیسون به نام کمیسون اهل تشیع بودن که از ما زمانت گرفتن. ما به مدون زمانت ها و به مدون دادخواهی هایی که تمام زنهای افغانستان و یک تعداد از دوستای دیگر داشتن ما آزاد شدیم و بودیم مدت چند مدت در کابل. دیدیم که کابل بسیار قیدتر و تنگتر تنها برای ما نه برای تمام زنهای افغانستان شده و بوده، مجبور به ترک کشور شدیم و یکی مهاجرت راستش نه آرزو است و نه هدف است. گاهی وقتا یک مکانی که برای مبارزه برای تو نفسگیر و تنگتر میشه، تو مجبور میشه یک مکان رو ترک کنی و بری از مکان دیگر و سرزمین دیگر تو برای مبارزه و برای دادخواهی خود آغاز کنی. و ما همه میکار کردیم. کابل برای ما قید شدن، از کابل رو ترک کردیم، آمدیم پاکستان، یک چند مدت پاکستان بعد آمدیم فعلا کانادا هستیم و به مزید دادخواهی ها و مبارزاتی که تا دو سال انجام شده و باز دوباره شروع کردیم تا صدای از زنایی که امروز در افغانستان است، صدای از زنایی که امروز در داخل زندان است، حتی نامشان با مردم و با رسانه ها آشنا نیست. متاسفانه از تهدیدات هایی که طالبان به خانواده شان کردن و به خانواده شان از ترس طالبان نمیخواد که یا دخترشان یا فامیلشان رسانه ایشون که یعنی در زندان طالب وجود داره با صدای اونها باشیم. بسیار عالی. امیدوارم فرصت بشه که من بیشتر بتونم با خودت رو صحبت کنم و ماجرای زندان رو بیشتر از خودت بشنوم. راضیه، در ادامه گفتگوها تو به رسمیت نشناسی طالبان اشاره کردی، اما مداوما کنفرانس هایی برگزار میشه، نشست هایی برگزار میشه، از جمله سومین نشست دوحه هم اعلام کردند. مبارزه زنان برای خونسا کردن چنین نشست هایی که اساساً برای تعامل با طالبان و اهلی نشان دادن طالبان هست، مقابله با این نشست ها توسط مبارزات زنان چگونه باید انجام بشه؟ بفرمید. با فکر میکنم بخاطر جلوگیری از بدراز کشیدن عمر طالب باید گروه های تحت فشار و مورد هدف مبارزات قرار بگیره که طالب حمایت میکنم. از جمله من همیشه در مصاحبه های خود یاد کردم که بزرگترین عامل دوباره برگشتن طالبا به افغانستان آمریکاست و ما باید صادقانه و با صراحت کلام در رابطه با سیاست اشتباه آمریکا در قبال مردم افغانستان
و معاهده و معاهده ننگین دوحه که همچنان تأکید می‌ورزند بر تداوم گفتگوهای دوحه باید صحبت شود، باید برای آمریکا و برای متحدین آمریکا که در این بازی شوم و در این بازی ظالمانه دست داشتن علیه مردم افغانستان تفهیم شود که نسل جدید افغانستان نسلی است که تمام سیاست‌های پشت پرده را میتونن حدس بزنن، میتونن بفهمن و ما دیگه دست زیر سنگی پیش شرق، پیش غرب و پیش هیچ کدام از تیوری نویس هایی که تا حال بر مردم افغانستان بارها تیوری شوم به هم ریختن آرزوهای ما رسیده دیگه نداریم و ما علنی صحبت میکنیم و ما پی بردیم که سیاست هایشان چقدر از گفتار تا عمل کرد تفاوت داره. عملا ما میبینیم که طالب در تمام دنیا مسئولیت سیاسی داره، حق تعدد حق تردد و مسافرت داره و پیام ما برای تمام مبارزین افغانستان این هست که بیاییم صحبت کنیم آشکارا واضح علیه سیاستگزارهای بین المللی که ما را به چنین یک سرنوشتی کشاندن، علیه از اینا باید صحبت شود، وگرنه به پندار ما طالب و سایر گروهک هایی که در افغانستان و یا در منطقه میخواین هرج و مرج ایجاد کنن، میخواین جلو دموکراسی، آزادی، آرامش و اراده مردمی را بگیره، اصلا قدرتی ندارن، اصلا استقلالی ندارن و اینها نسخه های عملکرد سیاسیشان به صورت پاره پاره از باداران سیاسی خود میگیرن و علیه مردم افغانستان اجرا میکنه، کماکانی که ما میدانیم در افغانستان طالبا هیچ چیز به نام پالیسی دوامدار سیاسی نداره و همه روزه نسخه های سیاسی خود گرفته و علیه مردم تحمیل میکنه. ما خطاب به سیاست مداران بزرگ یا پالیسی سازان بزرگ سیاست جهانی میگیم که با در نظر داشت موقعیت زمانی کنونی و با در نظر داشت فهم سیاسی نسل نوین افغانستان برشان پیام میدیم که یا سیاست بشرگرایانه و بر مبنای احترام به اصل حقوق بشر و استقرار صلح سرتاسری در کنار مردم افغانستان استاده باشند و خواسته ها و اراده بر حق مردم افغانستان مورد احترام قرار بدن و واقعا طالبان را در تحت تحریم قرار بدن، در لیست های سیاه قرار بدن و بر نابودی مطلق طالب تلاش کنند. در غیر از او ما تمام سیاستگزاران و سیاستمداران جهانی را همدست طالب چی، حامی طالب چی که طالب ساز می دانیم و نتیجه سیاست های اشتباهشان آمدن طالب در افغانستان و ظلم جاری در مردم افغانستان می دانیم. بسیار عالی. مولوده، آخرین پرسش رو از شما دارم، وقت برنامه ما هم رو به اتمام هست. شما اشاره کردی که نمیتونی 8 مارس رو گرامی بداری به خاطر اینکه زنان در افغانستان در بدترین وضعیتن. خب 8 مارس روز اعلام همبستگی با مبارزات زنان هست و از این جهت اون رو گرامی میدارن در سراسر جهان، اما توقع تو از مبارزات زنان در جهان در دفاع از مبارزات زنان در افغانستان چیه؟ چه انتظاری داری و چطوری در پیشگاه جهان این انتظار رو بیان میکنی؟ بفرمید. همین آیه که کشتم مطمئنم که شما درک کردید. با توجه بر فلسفه شکل گیری خود 8 مارچ و آغاز تاریخ مبارزات سیاسی مدنی زنان در جهان و استادگی علیه ظلم و
نابرابری ای بر ما نشان میده که زنا تلاش کردن علیه ظلم نابرابری صدا بلند کردن و بالاخره یک روز تاریخ ساز ساختن. ببینین بر ما بدلیل ما دلیل دارم پیش خود که چرا بر ما گرامی نیست، به دلیلی که نزدیک به 3 سال شد زنا در افغانستان در حالت بسیار بد هستند، وضعیتشان اسفبار است. هیچ جرم و جنایت متاسفانه باقی نمونده که زن افغانستانی طعم تلخ او را از طرف یک گروه تروریستی نچشیده باشد. دنیا هم میبینین که بیشتر در تعامل با طالب است و در تقابل با مردم افغانستان با ویژه بر زنای افغانستان است. من از آدرس دنیا هیچ امیدواری ندارم، همیشه در هر بحثی که میباشم این مسئله را یاد کردیم، به دلیلی که میبینیم قسمی که رازیه جان در صحبتاش اشاره کرد، اینا با بسته های کمکی طالبا را حمایت میکنن و در تلاش ازی هستند که سفید نمایی بکنن بر تمامی جنایات طالب در افغانستان. فقط من امیدوار بر مردم افغانستان هستم، به دلیلی که میبینیم همیشه افغانستان میدان سیاست ها و رقابت های شرق و غرب بوده، دستخوش اینمی سیاست های متاسفانه ناخوشایند دنیا بوده و طالب هم فعلا بنابر یک معامله ننگینی که دوستا پیشتر اشاره داشتن فعلا آمده و منافع امریکا ایجاب میکنه که برای مدت اینا حس شوند و به دلیلی که هزینه ایش هم کمتر است و تحمل این وضعیت بر مردم افغانستان تحمیل شده. باور کنید هیچ کسی در اون جغرافیا فعلا حالت خوب نداره، وضعیت خوب نداره. اگر زن اونجا باقی مونده از ناچاری و بیچارگیش از اونجا مونده، همگی در صدد ازی هستن که خودا بیرون کنن. چگونه 8 مارچ برای ما گرامی و مبارک باشه؟ برای ما خوشایند نیست. به دلیلی که زنان روز در افغانستان نفس راحت کشیده نمیتونن، حتی میبینیم گزارش های هولناک بر ما میرسه از این که چقدر خشونت های خانوادگی اوج گرفته، این که چقدر دخترها دست به خودکشی میزنن، گروه گروه دخترها لادرک میشن، توته و پرچه از هر گوشه و کنار افغانستان پیدا میشن. کجای زی بر ما گرامی مبارک است؟ بر زنای دنیا میتونیم ما گرامی بگوییم، ولی بر زنای افغانستان هرگز. تا که ما به استقلال نرسیدیم، تا که ما بر حق انسانی خود نرسیدیم، تا که بر حرمت و بر زن بودن زنای افغانستان حرمت گذاشته نشه و قار زنای افغانستان در نظر گرفته نشه، بر ما هرگز مبارک نمی باشه. من از دنیا پیشتر اشاره کردم، هیچ توقعی ندارم، به دلیل این سیاست هایشان منافعشان ایجاب میکنه که نمی وضعیت ادامه بدن و حفظ بکنن در افغانستان. اما مردم افغانستان بس از دیگر خود را درگیر یا تومی این سیاست ها نسازن، به ویژه جوانای افغانستان مردا در کنار این مبارزات مدنی در کنار زنای استادگی بکنن و ما ایمان به ای دارم تا که ما خود ما تا که تمامی اقوام همدیگر پذیر نشیم، یکدیگر نپذیریم، باور کنین هیچ کشور هیچ ابر قدرت ما را نجات دادن نمیتونه از این منجلابی که فعلا ما گیر افتادیم و یک درگیر یک گروه متحجر توریستی هستیم. جز خود ما هیچ کس نمیتونه ما را نجات بده. با آگاهی برسیم، با پختگی برسیم، با این فکر باور برسیم که باید خود ما نجات دهنده این سرنوشت باشیم و خود ما سرنوشت را رقم بزنیم، یک مرحله گذار خود ما شکل بدیم. ما دیدیم اگر شرق هم به افغانستان حاکمیت کرد متضرر مردم بیچاره شد، باز اگر غرب هم اومد بازم متضرر مردم بیچاره شد. اگر دولت پیشین افغانستان را در نظر بگیریم، تمامی کسایی که در ساختار حکومتی چی در نهادهای دولتی چه خصوصی اینا دخیل بودن فرار کردن، مردم ما بیچاره مردم بدبخت که فعلا هم با فقر بیچارگی بدبختی با حالتی که اصلا نه زندگی بر از ناخوشایند است نه شب و روز سپری کردنش، خب واضح است که دیگه مردم در حالت بسیار بد است. از اینا ما خب همیشه ما تابع این سیاست های شوم و شرق و غرب شدیم، پس به این فکر و باور باید برسیم که یک خط فکری جمعی باید شکل بگیره. ما با یک فکر و باور جمعی برسیم، باورمند به ارزش های حقوق بشری شویم و از زنا را حمایت بکنن. حداقل همین جنبش های اعتراضی که امروز در جاده ها بیرون نشدن، تا می چند وقت پیش اینا بسیار صلح شورانه اینا مبارزه میکردن، آن امور متاسفانه اینا به چالش کشیدن به انواع مختلف محدودیت ها، ولی مردای افغانستان دیگه بس کنن بین در کنار زنای سادگی بکنن، از این که هر روز تومی یک گروه تروریستی ظالم باشن، بس از یک روز به میدان مبارزه وارد شوند دیگه، به حرمت همون زنایشان، به حرمت همون مادرایشان، به حرمت دخترایشان که روز درس و تعلیم و تحصیل باز مانده، به حرمت زن بودن مادرشان. بسیار خوب، ممنونم از هر سه عزیزی که دعوت من رو قبول کردید. وقت برنامه ما اجازه نمیده که
بیشتر گفتگوها رو ادامه بدیم. ممنون از هر سه شما یک بار دیگه. 8 مارس روز همبستگی بین المللی با زنان، بر شما گرامی و خجسته باد. عزیزانم جایی نرید، گفتگوی ما رو با سه تن از فعالین دفاع از حقوق زنان افغانستان دیدید و شنیدید. شما چه نظری دارید؟ 8 مارس امسال رو در مقابل با طالبان چگونه ارزیابی میکنید؟ اما در ادامه، ما یک مجموعه بزرگ از شما پیام، سلاید، تظاهرات، گفتگو و سمینار دریافت کردیم. چندین ساعت در مجموع خواهد شد و طبیعیه که در برنامه ما نمی گنجه و ما این سیاست رو نداریم که کلیپ هایی که برای ما میفرستن رو کوتاه کنیم یا خود ما گزینش کنیم و انتخاب کنیم و بخش هایی از اون رو پخش کنیم. ناچاریم ما برخی از پیام ها رو که تازگی دارن و شامل مرور زمان نشدن طی هفته اونها رو پخش کنیم، اما قول میدیم که همه اونها رو در اختیار کانال جدید بگذاریم که به مرور در ساعات دیگری غیر از برنامه با هم پخش بشند و شما مطمئن باشید که ما پیام ها، صدای اعتراض و تجمع های اعتراضی شما رو به گوش جهانیان رساندیم و از این بابت بسیار ممنونیم که همچنان مورد توجه و اعتماد شما هستیم. توجهتون رو در ادامه به یک مجموعه قابل توجه از تلاش ها و مبارزات خودتون جلب میکنم. برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه رنگ و زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. شریعت بهانه است، هدف حذف زنان است. وقتی که طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان حاکم ساخته شدند، برخی از نهادهای بین المللی و چهره های شناخته شده ورزشی تلاش کردند تا زنان و دختران ورزشکار را که واقعا حیاتشان در حاکمیت زنستیز و توریستی طالبان با تهدید مواجه بودند به خارج از افغانستان انتقال دهند. اما فساد و روابط سالاری باعث شد تا این پروسه نیز به فساد کشانیده شود و بجای ورزشکاران مستحق که با تهدیدات شدید امنیتی مواجه بودند، اکثر نهادهای مسئولین و ورزشی چهره های شناخته شده ورزشی اعضای خانواده و اقارب خیش را به نام ورزشکار انتقال دادند که این پروسه هنوز هم ادامه دارد. اما با ورزشکاران زن، مخصوصا زنان و دختران فوتبالیست که در افغانستان گیر مانده اند، کوچکترین توجهی صورت نگرفته است. ما انتظار داریم تا کسانی که در پروسه انتقال، مخصوصا زنان و دختران ورزشکار، فساد و بی‌توجهی نموده اند، مورد پایگرد قانونی قرار گیرند. ما از همه رسانه‌ها، نهادها و فدراسیون‌های جهانی، رشته‌های مختلف ورزشی می‌خواهیم که صدای ما ورزشکاران فراموش شده افغانستان که با تهدیدات و مشکلات فراوان مواجه هستیم شوند و ما را حمایت نمایند. حق، عدالت، آزادی. گروه طالبان در بیشتر از 2 گذشته کادرهای مسلکی و زنان را از اداره ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی کشور برکنار و به جای آنها افراد غیر مسلکی و افراد وابسته به خودشان را که طی 20 سال گذشته علیه مردم افغانستان جنگیدن و دستشان به خون مردم بیگانه افغانستان آلوده است مقرر نموده اند. گروه طالبان که در بیشتر از 2 گذشته با دامن زدن به تبعیض جنسیتی، سمتی، زبانی، قومی و مذهبی ورزش افغانستان را به پردگاه سقوط سوق دادن و باعث گردیده اند صدها ورزشکار مطرح، مربیان و دست‌اندرکاران ورزشی کشور را ترک و یا هم
خانه نشین شوند. با وجود که بانوان ورزشکار به ویژه بانوان و فوتبالیست که در کنار تهدیدات امنیتی از سوی طالبان با فشارهای روحی و روانی خشونت های خانوادگی ازدواج های اجباری و آینده کاملا نامعلوم مواجه هستند، اما در بیشتر از 2 سال گذشته هیچ نهاد و اداره های ورزشی افغانستان از جمله فدراسیون فوتبال در برابر محرومیت زنان و دختران از حق بر جز صدا بلند ننمودند و در برابر ظلم طالبان علیه زنان و دختران فوتبالیست خاموشی اختیار نمودند و هیچ گونه استادگی برای بازگشت زنان فوتبالیست به ورزش انجام نداده اند. ما به عنوان ورزشکاران فراموش شده افغانستان میپرسیم که تا چی زمان باید این گونه بی سرنوشت باشیم، صدای ما شنیده نشد و این گونه مرگ تدریجی را تجربه کنیم. حق، عدالت. زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. شریعت بهانه است. هدف حزب زنان است. با وجود که عربستان سعودی بنگاه اسلام است، اما در همان عربستان سعودی زنان حتی می توانند در مسابقات ملکی زیبایی اشتراک کنند، لباس دلخواه خود را بپوشند و حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی خود را داشته باشند. اما طالبان در افغانستان به نام اسلام که از همان عربستان سعودی به افغانستان رسید، ما زنان را سرکوب می کنند و حتی اجازه نمی دهند که به مکتب برویم، پارک های تفریح برویم و ورزش کنیم. ما به عنوان زنان و ورزشکار و معترض افغانستان می پرسیم که چرا و تا چی زمان باید این گونه به نام اسلام و شریعت سرکوب می شیم. ما زنان از مردم افغانستان و مخصوصا ورزشکاران و جامعه جهانی می خواهیم که ما را حمایت کنند و در برابر جنایت ضد بشری طالبانی خاموش نباشند. حق، عدالت، آزادی. زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستن. شریعت بهانه است. هدف اصلی زنانت. گروه طالبان و هم فکران زن ستیزشان ورزش بانوان را نمادی از غربگرایی و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با افغانیت و اسلامیت این گروه است و بنیادهای خانواده و حکومیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغانستان تنظیم می نماید. طالبان در بیشتر از 2 سال گذشته نه تنها ورزش زنان و دختران را در کشور ممنوع کردند، بلکه با تحت فشار قرار دادن زنان و دختران ورزشکار با بهانه های متفاوت خانه های آنها را تلاشی میکنند و افراد این گروه با تماس های تلفنی تهدیدآمیز به دختران ورزشکار هشدار میدهند که مجددا در اماکن ورزشی حضور پیدا نکنند. این عملکردهای وحشتناک طالبان باعث شده است که ما زنان ورزشکار حتی از ترس نتوانیم در خانه های خود هم ورزش کنیم. ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق زنان و ورزشکاران، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی میخواهیم تا ما را حمایت نمایند و صدای ما را بشنوند. حق، عدالت. زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. شریعت بهانه است. هدف حزب زنان است. ما زنان و دختران ورزشکار هرگز فکر نمی کردیم که گروه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند و با سرکوب زنان را در چهار دیواری خانه ها زندانی و ورزش زنان را با بی‌رحمانه ترین شیوه ممکن سرکوب نمایند. ما زنان و دختران ورزشکار که بیشتر از 2 سال می شود که از حق ورزش محروم شده ایم، با تهدیدات امنیتی، فشارهای روحی و روانی فراوان و آینده نامعلوم روبرو هستیم و از مردم افغانستان و همه ورزشکاران که در کشورهای امن منتقل شده اند می خواهیم که صدای ما شوند و برای نجات ما از وضعیت کنونی دادخواهی نمایند. حق، عدالت و آزادی. ما زنان و دختران ورزشکار در کمیته صحت و ورزش خواسته های خیش را چنین بیان می کنیم. یک، ما از جامعه جهانی، نهادها و فدراسیون های جهانی ورزشی می خواهیم تا تهدیدات موجود علیه ورزشکاران زن را در افغانستان جدی گرفته و با در نظر داشت شرایط بد دختران و زنان ورزشکار به ویژه فوتبالیست در داخل کشور و کشورهای چون ایران، پاکستان با ادای ویزه های بشردوستانه آنها را مورد حمایت قرار دهند. دو، ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق ورزشکاران، فدراسیون‌های جهانی مخصوصا فیفا انتظار داریم تا مسئولین ورزشی حکومت قبلی افغانستان و افراد را که در پروسه انتقال ورزشکاران زن مخصوصا زنان فوتبالیست فساد نموده اند را مورد پیگرد قانونی قرار داده و با تحت فشار قرار دادن مسئولین اداره تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی زیر چتر حکومت خودخوانده طالبان که در بیشتر از 2 سال گذشته کوچکترین توجه به وضعیت ورزشکاران زن در افغانستان، ایران و پاکستان نکرده اند، آنها را ملزم به پاسخگویی نموده و زمینه حضور مجدد بانوان در باشگاه‌های ورزشی و اماکن تفریحی را فراهم سازند.
سی با طالبان خوشخدمتی نکرد و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. ما از همه ورزشکاران افغانستان، مخصوصا ورزشکاران مرد که در بیشتر از دو سال گذشته در برابر محرومیت نصف جمعیت کشور از حقوق و آزادی های انسانی و حق ورزشی خاموشی اختیار نموده اند، می خواهیم که بیشتر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی چهره سیاه طالبان را سفید نمایی نکنند و در برابر سرکوب و محرومیت زنان و ویژه ورزشکار بیستند. 4. از بدیل حکومت خودخوانده طالبان حمایت کنید. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا به جای نشست‌های تشریفاتی و نصاحی پدرانه و طالبان از بدیل حکومت خودخوانده طالبان که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز است حمایت نمایند. حق، عدالت و آزادی. ما خواستار جرم‌انگاری عبادت جنسیتی طالبان در افغانستان هستیم. نباید گذاشت که در افغانستان به مرکز تروریسم و تهدید امنیت جهان مبدل گردد. از مردم دنیا می طلبیم تا در کنار مردم افغانستان و زنان افغانستان بایستن. ما صدای یک ملتی به گروگان گرفته شده هستیم. 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان. اعلامیه جنبش صدای زنان افغانستان پیرامون 8 مارچ سال 2024 روز همبستگی زنان جهان. جهان در حال استقبال از 8 مارچ روز همبستگی زنان می رود که در یک گوشه از جهان در جغرافیای بنام افغانستان با اشغال گروه طالبان زنان هیچ نوع حق و حقوق انسانی ندارند و به گونه کامل از جامعه حذف شدند. ما به نمایندگی از زنان افغانستان از تمام زنان جهان، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و تمام نهادهای مدافع حقوق زنان تقاضا میکنیم که به حمایت از زنان افغانستان دست از اعلامیه صادر کردن بردارند و وارد عمل شوند. با ما هم صدا شوید. ما خواستار محاکمه فوری حاکمان طالب به خاطر جنایات ضد بشری، آپارتاید جنسیتی و نقض آشکارای حقوق بشر در افغانستان هستیم. 2. افغانستان به عنوان کشور که آپارتاید جنسیتی در آن عمل انجریان دارد شناخته شود. 3. سفرهای مقامات طالبان تحریم شود. 4. در نشست‌های بین المللی که به خاطر وضعیت افغانستان گرفته می شود، از هیچ نماینده تروریستان طالب دعوت به عمل نیاید. جهان با آن که شاهد وضعیت وخیم زندگی زنان و مجازات بدلیل آنها در افغانستان و چالش کشیدن علم و دانش از سوی طالبان، عدم پیشرفت در سطح منطقه و جهان و کشت و خون نیروهای نظامی پیشین از سوی این گروه تروریستان است، با آن هم جنایات آنها را نادیده می گیرد. طالبان خطر جدی حراس افغانی برای جامعه جهانی و جامعه بشریت است. ما از نهادهای حقوق بشری و جامعه بین المللی خواستار استادگی در کنار مردم افغانستان و ویژه زنان در مقابل جهالت های طالبانی و نگفتن به جنایتکاران هستیم. جنبش صدای زنان افغانستان، تهران، ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان به مناسبت 8 مارس روز جهانی اتحاد و همبستگی زنان و نام آن که انسان را آزاد آفرید. 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان در حالی در افغانستان فرا می رسد، افغانستان به لحاظ سیاسی حقوق بشری در یکی از بدترین و وحشتناکترین شرایط ممکن تاریخی قرار دارد. شهروندان کشور در وضعیتی اسفناک و ناگواری به سر می‌برند، وضعیتی که در آن افغانستان بسان زندان جغرافیایی بزرگی می‌ماند. تمام شهروندان آن محکوم به تحمل شدیدترین شکنجه های روانی و فیزیکی هستند. زنان و دختران کشور در اثر سیاست های حذف‌گرایانه مبتنی بر آپارتاید جنسیتی گروه طالبان از تمام حوزه های زندگی کنار زده شدند و از ابتدایی ترین حقوق طبیعی شهروندیشان نیز محروم شده است. فضای آکنده و از خفقان و سرکوب و گونه‌ای در کشور حاکمیت یافته است که در آن هر گونه انتقاد و اعتراض در برابر سیاست‌های انحصارگرایانه و قوم محور گروهی حاکم با انواع برچسب‌ها و اتهامات دروغین بی‌بنیاد رایج در تروریسم دولتی روبرو می‌شود. رفتن به زندان‌های مخاف و کشنده طالبان را دنبال دارد. هر گونه استادگی و مبارزه در برابر تبعیض انحصارگری و قوم‌گرایی گروه طالبان به معنای امضای حکم سریع مرگ خویشتن و رفتن به پای چوبیدار است.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان به عنوان یک جریان مبارز متشکل از زنان آگاه و درگیره که در زیر زنجیر ستم و استبداد انسان ستیزانه طالبان به سطوح آمده است به میدان آمدند تا آزادی در سایه انسانیت و کرامت انسانی را برمغان آورد. یک بار دیگر بر موارد زیر تاکید می‌ورزند. یک، از تمام جریان های سیاسی اکادمیک سازمان های جهانی و خصوص سازمان ملل متحد، کنوانسیون من خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، اتحادیه بین المللی زنان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان و همه نهادهای مدافع حقوق بشری و حقوق زنان می خواهیم هیچ گونه تعامل با این رژیم تروریستی نداشته باشند. ما شاهد هستیم که این رژیم تروریستی و افراطی و زنستیز در بیش از 2.5 سال یک قدم از اعمال ظالمانه و از زنستیزانهایشان به عقب نرفتند. آنان نه اهل مراوده، نه اهل دیپلماسی و پابند به سیاستهای عصر امروز جهان مدل. به جای آن که در پی راهی برای تعامل با طالبان باشید و سیاستهای ظالمانه انسان ستیزانه این گروه محتجر و قرون وسطایی را عادی سازی نمایید، باید روشهای جدیدتری در جهت اعمال فشارهای بیشتر و قاطعانه روی طالبان در پیش گیرید. دو، آنچه در طول نزدیک به 3 سال گذشته طالبان تجربه گرفته شد به خوبی ثابت ساخت که طالبان و تفکر طالبانی به هیچ صورتی قابل تغییر و تعدیل نیست. بنابراین تنها راه نجات افغانستان و شهروندان اسیر این کشور براندازی حکومت آسیبانه طالبان برای و برای کارآوردن حکومت مبتنی بر اراده رأی مردم است. سه، با درک این کار نه تنها راه نجات کشور از ورطه نابودی کامل، اتحاد و همبستگی همه جانبه زنان و مردان اسیر این سرزمین است. از تمام مردم افغانستان و خصوص زنان آگاه و خبیر کشور در سراسر جهان تقاضا داریم تا در کنار ما بیستد و در این مبارزه نابرابر و بی‌امان ما را یاری برساند. در اخیر جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان ضمن گرامی داشت از 8 مارس روز جهانی همبستگی زنان، این رویداد را به عنوان محوری برای گرد همایی و تفاهم بیشتر در میان زنان میداند تا فرصتی برای تجمع ایده های نخبه ها ایجاد گردد. پاینده باد آزادی. امروز 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در گرو طالبان تروریستی قرار دارند. ما زنان معترض تخار از سازمان ملل متحد میخواهیم طالبان را به خاطر ارتکاب جنایت های جنگی، نقض حقوق بشر، آپارتاید جنسیتی و صداها جنایتی که علیه مردم افغانستان مرتکب شدند پاسخگو قرار بدن. امروز 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان معترض افغانستان در پشت میله های زندان. طالبان منیجه صدیقی صدای خفه شده میلیون ها زن افغانستان بود. وی به جرم عدالت خواهی و استادگی در برابر ظلم، استبداد، نسل‌کشی، تجاوز گروه طالبان به 2 سال زندان محکوم شد. ما زنان تخار خطاب به طالبان میگوییم ما ترس از زندان نداریم، ما ترس از شکنجه نداریم، ما ترس کشته شدن نداریم. اگر زندانی شویم دوباره آزاد خواهیم شد، اگر شکنجه شویم دوباره اعتیام خواهد یافت، اگر کشته شویم با سربلند با افتخار خواهیم بود. پس استاده ایم تا زنده ایم. آمریکا آمریکا تامل را بس کنید. آمریکا آمریکا تامل را بس کنید. حکومت زنستیز سرنگون سرنگون. حکومت زنستیز سرنگون سرنگون. طالبان طالبان دشمن نسل جوان. طالبان طالبان دشمن نسل جوان. نظام طالبانی نابود باید گردد. نظام طالبانی نابود باید گردد. فقر و فساد گرانی می رویم تا سرنگونی. فقر و فساد گرانی می رویم تا سرنگونی. 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان. 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان. منیجه صدیقی آزاد باید گردد. منیجه صدیقی آزاد باید گردد. زندانیان سیاسی آزاد باید گردد. زندانیان سیاسی آزاد باید گردد. سر می دهیم سنگر نمی دهیم. سر می دهیم سنگر نمی دهیم. استاده ایم تا زنده ایم. 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 آمریکا تامل را بس کنید. آمریکا آمریکا تامل را بس کنید. حکومت زنستیز سرنگون سرنگون. حکومت زنستیز سرنگون سرنگون. طالبان طالبان دشمن نسل جوان. طالبان طالبان دشمن نسل جوان. نظام طالبانی نابود باید گردد. نظام طالبانی نابود باید گردد. فقر و فساد گرانی میرم تا سرنگونی. فقر و فساد گرانی میرم تا سرنگونی. 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان. 8 مارس روز جهانی زنان، اما زنان افغانستان در زندان. مریجه صدیقی آزاد باید گردد. مریجه صدیقی آزاد باید گردد.
زندانیان سیاسی آزاد باید گردد. زندانیان سیاسی آزاد باید گردد. سر میدهیم سنگر نمیدهیم. سر میدهیم سنگر نمیدهیم. سر میدهیم سنگر نمیدهیم. سر میدهیم سنگر نمیدهیم. استادایم تو زندهایم. استادایم تو زندهایم. استادایم تو زندهایم. استادایم تو زندهایم. واکنش نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان در پیوند به حکم حبس منیژه صدیقی. ما با انزجار و تأسف عمیق از محکومیت منیژه صدیقی به 2 سال زندان به اتهام آتش زدن عکس رهبر طالبان خبردار شده ایم. این تصمیم ناعادلانه و غیر قابل قبول است و نشان دهنده ادامه سرکوب و نقض حقوق بشر توسط رژیم طالبان است. نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان اعمال توحش و ظلم طالبان را به شدت محکوم می کند. این گروه تروریستی با عملهای بی‌رحمانه‌اش علیه مردم بیگناه افغانستان به ویژه زنان و کودکان تجاوز و سرکوب بی‌رحمانه‌ای انجام داده است. آنها با ارتکاب جنایات علیه بشریت نشان دادند که احترام به حقوق بشر و ارزش‌های انسانی ندارند. ما از جامعه بین المللی خواستار افشای بیشتر اعمال توحش طالبان و اقدام فوری برای مقابله با آنها هستیم. طالبان باید به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شوند و همه این جوانب وحشتناک و بیرحمانه این رژیم باید به جهان آشکار شود. ما خواهان ایجاد فشار بیشتر بین المللی بر طالبان برای متوقف کردن اعمال توحش آنها و ایجاد عدالت و حقیقت در افغانستان هستیم. منیژه صدیقی را آزاد کنید. 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 درود خدمت همه عزیزان. به ادامه اعتراضات گذشته علیه اپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار است کاروان اعتراضی شهر بشر به تاریخ 9 مارس 2024، نهمین برنامه اعتراضیش را و خیمه تحصانش را در شهر هامبورگ جرمنی داشته باشد. با امید دیدار همه عزیزان، این اعتراض ها تا پایان دهی و اپارتاید جنسیتی در افغانستان ادامه خواهد داشت. امیدوار هستم در این مسیر سخت و طولانی کنار ما باشید. درود بر زنان مبارزی که 8 مارس را با عنوان روز همبستگی و بین المللی علیه تبعیض و نابرابری ثبت تاریخ نمودند. امروز سالها مبارزات زنان علیه تبعیض و نابرابری می‌گذرد، اما باز هم ما در جوامع مختلف خصوص کشورهای جهان سوم شاهد تبعیض سیستماتیک علیه زنان هستیم و این به خاطری که همه عرفها و عرفهای ناپسند و نامطلوبی که در ذهنیت ها و در جامعه ترویج شده است و رهایی زنان از تفکر قرون وسطایی نیاز و مستلزم مبارزات مدنی و سیاسی متحدانه و مردان زنان است. امروز در افغانستان ما شاهد هستیم گروه افراطی حاکم هستند و نقش زنان را از تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی سلب نمودند و زنان با این همه زنان مبارزه میکنند و خواهان حقیقیش هستند. از میان هزاران زن سرکوب شده توسط رژیم تروریستی طالب هستند و زمان چهره حقی طالب تروریست و اشعت تفنگ طالب و رژیم اپارتاید جنسیتی را با پوست استخوانم لمس کردم که طالب با تمام قدرت نظامیش به خانه ما حمله کرد، مرا با خواهرایم اسیر گرفت و شبا و روزا را ما در شکنجهگاه های مردانه سپری کردیم. به جرم اعتراض کردن، به جرم سفر کردن، به جرم محرم نداشتن. سلول زندانی که کوچکترین قانون انسانی در او حاکم نبود و سرنوشت ما، مرگ و زندگی ما به دست چند ملای بی سواد بود که جز قتل کردن، گردن بریدن، انتحاری کردن چیز دیگه رو در اون مدرسه ها آموزش ندیده بودن و بالای سر ما پرچم لایلای للا محمد رسول الله نوشته بود، در پایینش هر دقیقه توسط افراد طالبا مورد لطکوب فیزیکی قرار می گرفتیم، فحشای جنسیتی و سمتی رو می شنیدیم، افراد طالبا لطکوب فیزیکی میکردن، لطکوب فیزیکی که مشت و لگتشان به تمام بدن تماس میکرد ولی
لباس تستن دور میشه، چادر تستن دور میشه، اما خبری از اسلام و هیچ چیز طالب نبود. دو سال گذشت، من لحظه نتانستم که اون زندان و او اتفاقایی که در اونجا افتاد، صدای چیغ و فریاد دیگه زندانی ها را نتانستم یک لحظه فراموش بکنم. روح روان سالم مرا، خانواده من، دوستای من اون زندان های توریستی گرفت، اما هیچگاه کنار نامدیم و امروزه هم داریم در مقابل این رژیم توریستی صدا بلند میکنیم و امروز روزش هست که طالبا به محکمه کشانده شد. به همین دلیل ما اعتراضی که خیمه ای را که ایجاد کردیم به خاطر توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان و رسمیت گیری تبعیض در مقابل زنان افغانستان، اعتراض هایی داریم که شهر به شهر می رویم و حضور لابی های طالب هم در صفحات مجازی زیاد هستن، اما ماهایی که تابوها را از بین بردیم، حضور چند لابی طالب اصلا بر ما ارزش نداره. هشتم مارچ در حال در سر و سر دنیا بزرگداشت میشه و جشن گرفته میشه که هنوز دخترها و زنای افغانستان به ما ابتدایی ترین حقشان که تحصیل است دسترسی ندارن، برعلاوه از اینکه حق کار، حق آزادی بیان، حق تحصیل ندارن، از جاده ها با اشکال فجی برداشته میشن و به جای نامعلوم برده میشن که بسیار جای نگرانی هست و جامعه جهانی حقوق بشر در مقابل این ظلم بزرگ خاموشی اختیار کردن و ما از افراد و اشخاص تحصیل کرده و روشن فکر که در دولت پیشین در ارگانهای عدلی و قضایی حقوق بشر فعالیت داشتن، خواهش میکنم که یک قیام سراسری را راه اندازی بکنن تا زمانی که دخترها و زنهای افغانستان به حق خود برسن، چون زندان طالب جای مناسب برای زنها و دخترهای با عفت، قهرمان و مبارز افغانستان نیست. در آستانه هشتم مارچ قرار داریم، روز همبستگی زنان جهان. اکثر کشورهای جهان از این روز به عنوان دستاوردهای زن و به عنوان روز زن تجلیل به عمل میره. این در حالی است که در آن گوشه از دنیا، در افغانستان ما، یک فاجعه بشری تمام عیار علیه زنان جریان دارند و زنان افغانستان اکنون تمام دستاوردها و فعالیتهایی را که به بسیار سختی به دست آورده بود از دست داده و محصور به چهار دیواره های خانه شده است و حتی حق آموزش و پرورش که حق انسانی و شهروندی هر انسان در هر جغرافیا و هر جامعه میتونه باشه از زنان افغانستان گرفته شده است. بنابراین با استفاده از این روز توقع ما زنان افغانستان این استن که زنان جهان کنار زنان افغانستان قرار بگیرن و به این فاجعه بشری وحشتناک که در افغانستان جریان داره و این آپارتاید جنسیتی که جریان داره توقف بدارن و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل و جامعه جهانی حداقل سکوت ننگین و مرگبارشان را در مقابل این جنایت ضد بشری در افغانستان بشکنه و اقدامهای عملی برای بهبود وضعیت و برای اینکه حق یک زندگی معمولی دوباره پس به زنان افغانستان برگرده اقدامات عملی را روی دست بگیره. منیژه صدیقی فعال حقوق زن که از دو سال بالای اینا قید صادر شده و در زندان پلچرخی بدون از اینکه با خانواده خود در ارتباط باشه و وکیل مدافع داشته باشه، در زندان طالبان هر روز مورد شکنجه و لاتکوب قرار میگیره. در اول خواستم ای است که باید برای خانم منیژه صدیقی اجازه گرفتن وکیل داده شه و همچنان اجازه ملاقات با خانواده شان و تقاضای ما از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ای است که فقط در حد اعلامیه صادر کردن خواهان رهایی منیژه صدیقی نشوند، باید به صورت عملی کار انجام بدن که هر چی زودتر خانم منیژه صدیقی از زندان طالبان رها شوند. سال 2024 است و قرن 21. متاسفانه 8 مارچ در حال فرا می رسد که سال 2024 است و قرن 21 یک بار دیگر 8 مارچ فرا رسیدند. 8 مارچ در حال فرا رسیده که متاسفانه زنان افغانستان
بیش از 2 سال است که در حبس خانگی در داخل کشور خودشان در زادگاهی که در جایی که تولد شده و تحصیل کرده در حالت انزوا و زندانی قرار دارند. 8 مارچ روزی است که زنان در سراسر جهان بسیج میشوند برای آزادی زنهای دیگر در سراسر دنیا. امیدوار هستم که زنانی که در هر گوشی این دیار خاکی قرار دارد دست تعهد و همبستگی در قبال زنان افغانستان داده و کنار زنان افغانستان بیستن و زنان افغانستان را از این بحبوهای تاریخی و ننگینی نقص حقوق بشری و انسان مداران، غیر انسان مدارانهی که با او سرد چهار هستن نجات بدهن و صدای زنان افغانستان شوند و به شکل واقعی و انسانی و بشری و بشر دوستانه کنار زنان افغانستان بیستن و زنان افغانستان را از این انزوا نجات بدن. زنان افغانستان را از چنگال یک گروه تروریستی که حتی جهان در سراسر این کره خاکی از این گروه تروریستی به تنگنا رسیده و دست به گوش است نجات بدن. زنان افغانستان در وضعیت قرار داره که متاسفانه این روزا حتی پیامی از رسانه‌ها ما دریافت کردیم که حتی زنها اجازه ندارن که تماس تلفنی با هیچ رسانه‌ای داشته باشن یا صدای زنی از رسانه نشر شود. چیزی که این گروه تروریستی می‌خواهد طبق شریعت ساخته شده خودشان باید زنان خود بپوشانند. زنان طبق قانون و چارچوبات شریعت دست ساخته اینها باید عمل بکنند، بعد اجازه دارند که در رسانه در جای اینها حضور پیدا بکنند و کار بکنند. ما نه تنها در قسمت رسانه بلکه زنان افغانستان کوچکترین صدای امروز اگر از آنها برخواسته شود یا صدایی از آنها شنیده شود به زندان کشیده می شوند و به بدترین وضعیت زجر داده می شوند. 8 مارچ روزی همبستگی زنان در سراسر جهان است. زنان در سراسر جهان به تمام معنا کنار زنان افغانستان بیستند و زنان افغانستان را از این تنگنای نقص حقوق بشری نجات بدهند و مردم افغانستان را حسی بشر دوستانه در قبالشان انجام داده و مسئول و مسئولیت پذیر بوده و مردم افغانستان را از این تنگنا نجات بدن. 8 مارچ مبارک و امید روزی که زنان افغانستان 8 مارچ را به مثابه آزادی واقعی تجلیل نمایند. اکنون در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن قرار داریم و این روز در آل فرا می رسد که در افغانستان زنان و دختران حتی از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند و گروه طالبان زنان و دختران را از 2.5 سال به این سو به گونه بیرحمانه سرکوب کرده اند. و اما ما زنان هرگز عقب نشینی نکرده و قوی تر از قبل به مبارزات خود ادامه داده و به زودی شاهد انقلاب زنان و نابودی این گروه تروریستی و خونخوار طالب خواهیم بود. بعد از اینکه افغانستان به گروه تروریسم سپرده شد، زنان از تمام حق و حقوق خود محروم شدند. خصوصا زنان در سمت شمال از وظیفه برکنار شدند، در شنگخانه ها زندانی شدند. زنان فعال ما هر روز به گونه مرموز و قتل می رسند، از خانه هایشان لبوده می شوند و در مورد خشونت فامیلی قرار می گیرند، مورد نکاح های اجباری قرار می گیرند. در سمت شمال خصوصا در ولایت کندز نه نهادی موجود است، نه رسانه‌ای موجود است، نه خانه امنی است. زنان ما که هر روز مورد خشونت قرار می گیرند مجبور هستند اینمی روز و روزگاری که گوششان بریده می شود، چشمشان کور می شود، برید کشیده می شود، هر حق ناروایی که در حقشان صورت می گیرند در اینجا اگر در محکمه مراجعه کنند، چون این محکمه محکمه‌ای طالبانیش اما یک محکمه زن ستیز است و مجبور هستند که هر حالتی که بیان زنها به سرشان تحمل کنند. ما هر روز شاهد خودکشی زنها در سمت شمال هستیم، محکمه سرایی در اقشان صورت میگیره شاهد هستیم. بالاخره زنان را که ما در سمت شمال خصوصا در ولایت کندز سراغ داریم اما بر حالت بد روحی روانی قرار داره. حتی چندین عضو ما دست به خودکشی زنند که تا از این حالت رقتباری که در سرشان
موجود است و تمام حق و صلاحیتشان از پیشان سلب گردیده و در شنگ خانه ها زندانی هستند، دست به خودکشی زدند. با وجود که دست به خودکشی زدند، طفلایشان در میدان ماندند یا خودشان، هیچ کسی، هیچ نهادی از آنها سراغ نگرفت. و تار ما در آتش زندان طالبانی می سوزیم و هیچ نهادی و هیچ حامی، ما زنان، خصوصا زنان فعال که در سمت شمال هستیم، زنان معترض نداریم و تا حال هیچ کسی سراغ از ما نگرفته است. پس من منعیسی خودم که مسئول جنبش زنان معترض در سمت شمال هستم، از تمام نهادهای حقوق بشر و کسایی که خود را حامی حقوق زنان میدانند، مدافع حقوق زنان میدانند، یک بار از حالت بد زنان که در تنور داغ طالبانی میسوزند در سمت شمال پرسان کنند. مارش روز جهانی زن. این روز طی یک فرایند طولانی در اثر مبارزات زنان برای دستیابی به حقوقشان به رسمیت شناخته شده است. روز بین المللی زن در واقع روز بین المللی زنان کارگر است و تجلیل از آن به مثابه تجلیل از مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق برابرشان با مردان و تجلیل از قربانی های آنان در راه برابری و اجتماعی است. اخیراً بانوان افغانستان این روز را در حال تجلیل می کنند که طالبان حقی برای زنان افغانستان قائل نیستند. از محدود شدن زنانه تا محرومیت در عرصه عمومی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی، تمام حقوق زنان افغانستان پایمال شده است. از جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که طالبان را به رسمیت نشناسند و توجه جدی بر وضعیت زنان صورت گیرد. در آستانه 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان قرار داریم. این روز را به تمام زنان جهان و به خصوص زنان غمدیده وطنم مبارکباد می‌گویم. ما صدای زنان و دختران افغانستان هستیم و خواهیم بود. زنان افغانستان حق و حقوق آزادی خود محروم ماندند. صدای آنها باید شنیده شود. به نام انسانیت، آزادی و برابری، مینا رفیق هستم، فعال حقوق بشر از اسلو نروی. صدای زنان افغانستان را خفه کردن کار درست نیست، کار انسانی نیست. گروه تروریستی فاشیستی طالبا باید از بفهمد که هر عمل یک اکسل عمل دارد. امروز ما کار میکنم که همیشه نمیخواستم که بکنم. عکس کس را سوختاندن یا چلیپا کشتن سر عکس اصلا چیزی نیست که من خواسته باشم یا من خوش داشته باشم. اما امروز به خاطر آزادی من اجرا صدیقی باید از این گروه تروریستی فاشیستی طالبان بفهمم که صدای زن افغانستان خاموش شدنی نیست. شکر.